بریم تست بعدی. این تست یه تست نکته داره، خوب دقت کن. بر روی یک کالا نوشته شده است وزن این کالا 24 به علاوه منهای 5 دهم کیلوگرم. وزن واقعی آن در چه فاصله ای قرار دارد؟ گزینه شماره 1 23 ممیز 5 دهم تا 24 ممیز 5 دهم. گزینه شماره 2 24 تا 24 ممیز 5 دهم. گزینه شماره 3 24 ممیز 5 دهم تا 25. گزینه شماره 4 23 ممیز 5 دهم تا 24. خب برمیگردم به صورت سوال. بر روی یک کالا نوشته شده وزنش در این بازه متغیر 24 کیلوگرم. 100 درصد مطمئنه ما 24 کیلویی می‌خواستیم این کالامونو بسته‌بندی کنیم. حالا ممکنه 5 دهم مثبت یا منفی باشه، یعنی ممکنه 5 دهم وزنش بیشتر یا کمتر باشه. وزن واقعی رو از من میخواد. یه سوال دارم، وزن واقعی رو من از کجا میتونم به دست بیارم؟ از تعریف خطای اندازه‌گیری. تعریف خطا من چی میگفت؟ تفاضل بین مقدار واقعی و مقدار اندازه‌گیری شده. الان من میدونم خطای من کدومه، مثبت و منفی 5 دهم. پس خطا رو دارم، یعنی ای رو دارم. قدر مطلق میشه چی؟ 5 دهم. بریم با هم پاسخ بررسی کنیم. الان کمترین مقداری که این بسته میتونه داشته باشه چقدره؟ من تعریف کردم قدر مطلق ای 5 دهم، درسته؟ حالا تو قدر مطلق هم میتونه مثبت قرار بگیره هم منفی، هیچ فرقی نمیکنه چون در آخر به من عددو مثبت تحویل میده. اگه با مثبت 5 دهم در نظر بگیریم بیشترین وزنشه، اگه با منفی 5 دهم در نظر بگیریم کمترین وزنشه. حالا 24 کیلو رو یه بار با منفی 5 دهم میگیرم، پس مینیمم وزنو به من میده، میشه چقدر؟ 23 ممیز 5 دهم. پس تو کمترین شرایط، کمترین حالت 23 ممیز 5 دهم کیلوگرم. تو بیشترین حالت، یعنی خطای دستگاه ما اگه مثبت هم باشه، بیشترین وزنی که میتونه این بسته ما داشته باشه چقدره؟ 24 به علاوه 5 دهم. 24 به علاوه 5 دهم میکنم میشه 24 ممیز 5 دهم. جواب من کدوم گزینه است؟ گزینه شماره 1. چرا؟ 23 ممیز 5 دهم الا 24 ممیز 5 دهم. تو هیچ کدوم از گزینه‌ها اینو نمیبینم. فقط گزینه شماره 1 که کمترین مقدارش 23 ممیز 5 دهم و بیشترین مقدارش 24 ممیز 5 دهم. بریم تست بعدی رو با هم حل کنیم. این تست فوق‌العاده تست خوبیه. چرا؟ چون از تعریف خطای اندازه‌گیری خیلی استفاده میکنه. اگه تعریف خطای اندازه‌گیری رو خوب مسلط باشی و اگه خاطرت باشه تو اون اسلاید مفهوم خطای اندازه‌گیری، اون پایین یه نکته بهت گفتم. گفتم نمیخواد کل تعریفم حفظ بشی. قدر مطلق این میشه میزان مقدار واقعی با مقدار اندازه‌گیری شده. همین رو بلد بشیم به راحتی اینو حلش بکنیم. بریم سراغ تست. خطای اندازه‌گیری یک ترازو منفی 15 صدم کیلوگرم است. اگر وزن واقعی یک بسته 15 کیلوگرم باشد، این ترازو چه عددی را نشان می‌دهد؟ گزینه 1 15 ممیز 15 صدم. گزینه شماره 2 15 ممیز 5 دهم. گزینه شماره 3 14 ممیز 85 صدم. و گزینه شماره 4 15 به علاوه منهای 5 دهم. خب خطا رو به من داده منفی 15 صدم، میگه اگه وزن واقعی بستمون چقدر باشه؟ 15 کیلو باشه. این ترازو چه عددی رو میتونه نشون بده؟ خب گوش کن، از تو خطا رو من نخواستم، خطا رو بهت دادم. از تو وزن واقعی رو هم نخواستم، وزن واقعی رو هم بهت دادم. یه لحظه برمیگردم سراغ تعریف خطای اندازه‌گیری. به تفاضل بین مقدار واقعی با مقدار اندازه‌گیری شده، یعنی مجهول ما، میگن خطای اندازه‌گیری. پس مقدار واقعی رو دارم. اگه مقدار واقعی رو از مقدار مجهول ما، یعنی اون مقداری که داره اندازه‌گیری میشه و ترازو نشون میده، کم بکنم، دقیقا میشه منفی 15 صدم. بریم حلش کنیم با هم. تعریف رو مینویسم مقدار واقعی منهای مقدار اندازه‌گیری شده. دقیقا جایگزین میکنم. الان ایمون برابر با چقدره؟ منفی 15 صدم. مقدار واقعیمون رو صورت سوال به من چی گفته؟ 15 کیلوگرم. جایگزین کردم. منهای مقدار اندازه‌گیری شده. الان من چی رو میخوام به دست بیارم؟ مجهول من اینه. یه ساده سازی خیلی راحت انجام میدم. مقدار اندازه‌گیری شده میشه 15 ممیز 15 صدم، یعنی گزینه شماره 1. خیلی تست ساده ای بود. فقط باید به تعاریف مسلط باشی. فصل اول، فصل دوم الی فصل هفتم، فصل‌های بسیار راحتی که شما تو کنکور به راحتی میتونی به تستاش پاسخ بدی. فقط این درس بسیار ساده رو باید به مفاهیمش مسلط باشی تا به راحتی هر چه تمام‌تر اون تستای مورد نظرت رو پاسخ بدی. بریم تست بعدی. اگر واحد اندازه‌گیری طول 5 دهم سانتی متر باشد و طول یک شی 9 ممیز 5 دهم سانتی متر اندازه‌گیری شده باشد، مقدار واقعی طول این شی یا همون ال را کدوم فاصله میتونه قرار بگیره؟ گزینه شماره 1
ال بین 9 ممیز 5 دهم تا 10، گزینه شماره 2 ال بین 9 ممیز 5 دهم تا 9 ممیز 75 صدم، گزینه شماره 3 ال بین 9 تا 10 و گزینه شماره 4 ال بین 9 تا 9 ممیز 5 دهم. خوب دقت کن، واحد اندازه‌گیری ما چقدره؟ 5 دهم سانت. طول یک شیء رو 9 ممیز 5 دهم سانت اندازه‌گیری کرد. یعنی چی؟ یعنی 95 دهم 95 دهم سانت اندازه‌گیری کرد. مقدار واقعی طول رو میخواد از من. من میدونم واحد اندازه‌گیری من چقدر بوده؟ 5 دهم. بریم اون تو پاسخ بررسی کنیم. خطای من همیشه باید کمتر از چی باشه طبق تعریف؟ واحد اندازه‌گیری. واحد من چقدره؟ 5 دهم. پس مینویسم خطای من همیشه باید کمتر از 5 دهم باشه. خوب دقت کن. من یه وسیله اندازه‌گیری به شما دادم. واحد بندی این وسیله اندازه‌گیری بر حسب 5 دهم سانت، بر حسب 5 دهم سانت. طول یه شیء رو با اون اندازه‌گیری کردی شده 9 ممیز 5 دهم سانت. درسته؟ پس 5 دهم 5 دهم شما رفتی بالا. رسیدی به 9 ممیز 5 دهم. الان ازت سوال میکنم مقدار واقعی چقدره؟ حالا مقدار واقعی تعریفش چی بود؟ یعنی در واقع تعریف خطا چی بود؟ تفاضل بین مقدار واقعی با مقدار اندازه‌گیری شده که لزوما از واحد کمتره. لزوما از واحد کمتره رو نوشتم. میدونم خطای من همیشه باید از 5 دهم کمتر باشه. وقتی خطای من کمتر از 5 دهمه، مقدار من میتونه چقدر باشه؟ 9 ممیز 5 دهم. پس میتونه کمتر از 9 ممیز 5 دهم، یعنی 5 دهم کمتر میشه 9. بیشتر از 9 ممیز 5 دهم فقط میتونه مثبت 5 دهم باشه، پس میشه 10. پس ال من همواره بین 9 تا 10. یه بار دیگه میگم، چون 9 ممیز 5 دهم سانت اندازه‌گیری کردی و واحد اندازه‌گیری 5 دهمه و از 5 دهم کمتر نمیتونه باشه خطای شما، یه بار در نظر میگیری منفی 5 دهم به عدد 9 میرسی، یه بار در نظر میگیری مثبت 5 دهم به عدد 10 میرسی. در واقع کدوم گزینه جواب ماه؟ گزینه شماره 3. بریم تست بعدی. وزن شخصی را 72 کیلوگرم اندازه گرفتی. کدام گزینه خطای اندازه‌گیری آن نمیتواند باشد؟ گزینه 1 منفی 5 دهم کیلوگرم، گزینه 2 271 کیلوگرم، 271 گرم، گزینه 3 منفی 751 گرم، گزینه 4 1 ممیز 2 دهم کیلوگرم. یه لحظه با هم بررسی کنیم. وزن شخص رو داده به من 72 کیلوگرم. میگه کدام گزینه خطای اندازه‌گیریش نمیتواند باشد. خواهش میکنم سوال تا انتها درست بخون. نگفته میتواند باشد و گفته نمیتواند باشد. یه سوال، به غیر از 72 کیلوگرم به من عددی داده؟ نه. من چجوری باید این گزینه ها رو تشخیص بدم کدوم درسته کدوم غلط؟ طبق تعریف تو تستای قبلا بهت اشاره کردم، گفتم حتما باید مفهوم رو کاملا به خاطر بسپری. تفاضل بین مقدار واقعی و مقدار اندازه‌گیری شده که لزوما از واحد کمتره. من الان فقط با همون لزوم از واحد کمتره کار دارم. کدوم گزینه میگه خطا نمیتونه باشه؟ واحد چقدره؟ 1 کیلوگرم. درسته. گزینه اول نگاه کن، منفی 5 دهم کیلوگرم. خب از 1 کیلو کمتر هست یا نه؟ پس میتونه باشه. میدونیم خطا هم مثبت میتونه باشه هم منفی. گزینه 2 271 گرم. خب درست، از 1 کیلوگرم کمتر. گزینه شماره 3 منفی 751 گرم. خب این هم میتونه باشه. چرا؟ چون از واحد من که 1 کیلوه کمتر. گزینه شماره 4 1 ممیز 2 دهم کیلوگرم. گزینه 4 داره یه آلارمی به من میده. بیشتر از واحد اندازه‌گیری منه. واحد من چی بود؟ 1 کیلوگرم. چقدر بیشتره؟ 2 دهم. پس در واقع همون گزینه 4 پاسخ ما. به همین راحتی تست حل شد. بریم سراغ تست بعدی. طول ضلع مربعی را بر حسب سانتی متر اندازه‌گیری کردیم و مدل آن به صورت L برابر است با 6 به علاوه E نوشته شده. اگر این طول را بر حسب میلیمتر بیان کنیم مدل آن چگونه است؟ گزینه 1 L میشه 60 به علاوه 1 دهم ای. گزینه 2 L برابر میشه با 60 به علاوه 10 ای. گزینه شماره 3 L برابر میشه با 60 به علاوه ای. و گزینه شماره 4 باید اندازه‌گیری مجدد انجام شود. خب بریم تو صورت سوال. طول یه ضلع مربع رو به من داده بر حسب سانتی متر. میگه مدلش رو هم بهت میدم. یعنی یه ضلع مربع رو بهت داده، مدلش رو هم به ما داده. یعنی مدل اون ضلع بوده 6 به علاوه. میگه اگه همین رو که بر حسب سانتی متر به شما دادم بخوایم بر حسب میلی متر بیان کنیم، آیا تو این گزینه ها جواب پیدا میکنی یا من دوباره باید برم اندازه گیری انجام بدم؟ بریم سراغ پاسخش. طول ما چقدر بود؟ 6 به علاوه ای بر حسب سانتی متر. خب تبدیلش میکنم اول به میلی متر، میشه چقدر؟ میشه 60 به علاوه 10. یه سوال دارم، خطا میتونه از واحد بیشتر باشه؟ نه. واحد من چیه؟ 10. پس خطام نباید از واحد بیشتر باشه.
به چه نتیجه میرسم؟ قدر مطلق ده ای باید از یک کمتر باشه. یک واحد اندازه‌گیری، واحد چیه؟ دهه. پس باید اندازه‌گیری مجدد انجام بشه.